همینجا من انتخالات کنم آقای مارشال رو انتخالات کنم. دشنام داده کی دشنام داده با میاد ولی همین نفری بهتر آمد گفت پکل از ما رو دستر خود شما از آرا چی را سرنگ راست میگه راست میگه همین گفته آتت پکلی بود علی تاولی نه میگه علی نه تاولی پکلی بود آجت پکل داشت نسل نسب تو پکل داشت امیر خوب بیاد بپذیر امی آدم حاضر است بگر بگی یک کلی از رگی چوپکدار دیده سر خود که ما بگم واقعا تو از آرستی خود فروختی تو که اهلا برادر غیر منطقی گب نزنی آقای بامیانی آقای بامیانی هر چی دو میزنی تو دو بزن تو اصلا نظاره نیستی تو بغیرت هستی حالا نیستم مشکل خدا داخل خود حل میکنی نه پیش کسی دیگه مورد چکره و مزدور میشینی تو بسیار بیوید هستی وکیلی صاحب عزیز، هویت هزاره، ملیت هزاره، آنقدر کوچک یا کتمان نیست که یک تعداد اشخاصی که به اصطلاح عام که ثبوت سوانه در یوتیوب سرچ کنین، میله بچه بازی، بله رفیق، در پل خمرین، میبره ویدویم خودم این بچه، و این حدی نیست که ما شما را توهین کنیم ملیت هزاره را یا قوم هزاره را ما افتخار میکنیم، دوست داریم، دوش و دوش ما صدای ما با ملیت هزاره در اروپا، در آسیا، در افغانستان ما دوش و دوش استاد بودیم. هدف ما و آمدن ما در لایف وکیلی صاحب عزیزی است و گرفتن لایف وکیلی صاحب عزیزی است که برادر یار نفاق افغانی میکنند. ما خوش داریم هزاره است و ما این بچه را نمشناختم ولی ما از این بابت قبولش دارم که خدا کنه از هر قوم باشه ما هزاره میخواییم. مهم هدف ما این است که برادر تفرق اندازی در قوم نکنیم. تکنید پکول که هویت ملیت تاجک است. در سر خود مانده در اقوام گوناگون یا توهین میکنند و پشتون یا توهین میکنند هزاره را کتمان کوچک و نفاق افغان در چشم همه اقوام افغانستان یا میدنند. چرا شما تا 20 سال آینده کدام قوم کدام ملیت با شما دشمنی بوده؟ دوش آدو شما را دوست داشته با شما یک صدا بوده. وقتی که اشخاص به کل که نماد تاجکا در سر خود میکنه برادر گوش کن. توسط بیسود فریادی پول میگیره و تمام اقوام افغانستان توهین میکنه. هدف آمدن لایف ما دمی است که برادر توهین نکن مبارزه تکو هزاره قدر قوم کوچک نیست که خلمی یک بچه بیریش به حقتان دفاع کنه یا سره وطن دار این حرف ندن من به عنوان یک تورزی این حرف میزنی من ناراحت میشم یه حرفا رو به خاطر میزنم که با کل کیویت تاجک تو در سرت میبینی عزیز من اگر اون جوری بگی پس ما بردوزی هم مال اقوام تاجک من الان نغری هم مال اقوام تاجک من تاجک من زنگ جامعه هم مال اقوام تاجک من ما هم مال تاجک دارم که مهدی پکول از مردای پشتون از مردای پشتون از وکیلی صاحب وقتی پیرو گوش کن آجی صاحب من تا آخر گوش میکنم حرف پایتا وقتی قلندر میگه که من پیرو استاد مزاری استم یا پیرو بابا مزاری استم چرا ای امو گو میخوره در بین مال تو بابا مزاری در سرش استفاده نمیکنه ای چی گفته ای از هویت تاجک استفاده میکنه نفاق افغانی میکنه تا چی حد وقتی که تو پیرو آقای صاحب خان صاحب یک دقیقه هر کسی در این لایف به کسی، به قومی، به رهبری، به هر آن کسی باشد توهین کنه قابل گذشت نیست. دقیقاً وکیلی صاحب عزیز و وکیلی صاحب منطقی گپ بزن حرف تلیش نوم حرف ما انتقاد داری یک دقیقه مرا وقت بدین ما ایتون مکنم وکیلی عزیز وکیلی عزیز وکیلی عزیز موج یک دقیقه موج یک دقیقه سب کن تازه آمده برادر یک دقیقه سب یک سلام خوب بسیم برسان یعنی علیک السلام برادر یک زد خیر است در نوبت خم سلام دادی مشکل نداریم برادر برو 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 یک چیز را من بخوایم بر کلگی بگم یک دقیقه آقای صاحب یک کار بکنین در لایف میایین اینجا من نمیخوایم کس به کس تاخت و تاز کنم مورد چیز من هزاره و تاجیک و افغان و غیره و غیره نیست اینجا من قد یک شخص مشکل دارم شخصی مشکل شخصی من است به هیچ کسی دیگر ربط نداره اگر کسی میایه انتقاد میکنه در درون چوکات از ما انتقاد داریم روی دو دیده چوکات میپذیرم اما اگر قرار باشه به خاطر یک شخص بیاین به قوم و به یک عده در یک جامعه توهین و تحقیر بکنین در اون زمان من مجبور میشم اونمو کاری را بکنم که نمیخوایم یعنی پایینتان بندازم میوتتان کنم یا تا بلاکتان کنم خواهش من از شما میقدر است که مثل چهار نفر گروهینا بزرگ شده بیاین آدم واری گپ بزنیم کی مشکل ما در کجاست چرا ما اینقدر تا
تو تق به تق میخوره قوم، رهبر، عزت، ناموس، هر چیز که از دان ما میبرایه شروع میکنیم یک دیگه خود توهین کده میریم. خواهش میکنم دوستای عزیز، ازتان برای بار آخر خواهش میکنم، نه مسئله قوم را در نظر بگیرید، نه قوم را. اینمی آدم به نام بابا قلندر کلتان میشناسین، به خاطر گل سرسبت ما شده. اگر اینمی آدم اینمی اتهام به من بسته که گویا من از یک حزب دارم پول میخورم و یک چند نفر دیگر هم نام گرفته، آورد ثابت کرد روی دو دیده در حضور شما صد نفر اینمی چند نفر دیگر هم هستین، من خودم روی خود را سیاه میکنم، از میدیا فرار میرم، بخی میرم. اگر برگشتم هر آن چیزی که دیدین همه تان، چی تاجیک، چی هزاره، چی ازبک، چی ایماق، پشتون، هر کسی هستین، در توف پرتم دارید. اگر نتانیست یک کلمه است معذرت خواهی کو، بگو غلط کردم، یک گوی رو خوردم. یعنی روی علمیزی حرف میزنیم. خان صاحب یک کوتاه‌تر لطفا. عزیز بیشترم دوستات تحوین کردن، شما فکران در لایف ندارم، یا در کومنتات تحوین میکنن. برادر عزیز، ملت تاجک هیچ وجه دشمن شما نیست، چون همزبان هستیم. دوش ها دوش برادرهای تاجکتان با شما دهگ را بوده، هیچ وجه توسط دو اشخاص پلیدی که ده ده افغانستان بیرق دی چنگ پشاد کولاب بیرق لگا و ده کولاب ده کولاب بیرق دی پوگو وجه تا افغان نی پوشوی زبان کمکی تو پولات کنی زبان پاسی بیشتر چی گفتم؟ او تو رو گفتم به زبان فارسی گفتم به تو چی؟ امی پرچم امزی اوغان رو طرف کبی کمینال روش میشاش استاسو ده پاره نده اورورا داد بیگانه پرست جاسوسانو ده پاره نده داد اطلاعانو بیرق ده وکیلی صاحب عزیز مای گذیر خاموش کنیم یادم هست که همچه های عبدالی را مونده آدم واری گب بزن تو میای اینجی یخن مردمی میگیره که چرا اینی کار کردی اگر نمانیم ده غضب شما هستیم اگر بمانیم ده غضب شما میمانیم عجب مردمی هستیم الله اکبر وکیلی صاحب عزیز چون این اشخاص کمیال توهین آمیز میکنن اینمی اشخاص های استفاده جوی هستن از هویت قوم هزار از هویت قوم تاجک از هویت قوم پشتونیا استفاده میکنن وکیلی صاحب عزیز خودش عکس احمدشاه عبدالی را مانده و می در لایف مردم مزار تفرق اندازی را میکنه لطفا از امو بگذر من نمیخوایم راجع به او گپ بزنیم نیست رفتیم وکیلی صاحب عزیز همی کوتا دو کلمه میگم بعدش دیگه مایک مخاموش میکنم از وقت دادن تا یک جان تشکر وکیلی صاحب عزیز دیگه دمی لایف تا من تا آخر گوش کردم بعضی از دوست هستن که ملیت تاجک به چشم بسار بد یا به دشمنی میبینن ما دو شادوش با شما برادر هستیم از یک زبان هستیم هیچ وجه توسط دو افرادی که هویتشان یا دو روز سه روز میشه در صحنه آمدن اشخاصی که در طول پنج سال شش سال مبارزه کردن مثل وکیلی صاحب که در لایف های بسار بزرگ فروتن و همه اشخاص بزرگ مبارزه میکردن دو اشخاصی که تازه آمده نفاق افغانی را میندازه هیچ کسی با قوم هزاره دشمنی نداره قوم هزاره نور دیده ماست قومی است که در افغانستان در قشری بوده که ظلم بالای زیاد شده ولی در این صورت قوم بسیار خوب از یک فرهنگ خوب است وقتی چنین اشخاصایی که از هویتشان معلوم نیست من توهین میکنند به بزرگای تاجک به بزرگای پشتون وکیل صاحب عزیز در لایف از این برو خوار مادر پشتون یاد او میزنند خوار مادر تاجک یاد او میزنند پس یک قوم مختلف افغانستان به چشم کینه به مردم هزاره میبینه فکر میکنن لایف های گوناگون است کنن عکس استاد مزاری را موندن چه قسم او را کالای زنانه و سگ و همه چیز جور کردن خب برادر وقتی چنین اشخاص هایی که بیان تفرقه اندازی کنن به هویت ملیت مردم یا چشم بد یا تعرض کنن خب اون مردم هم از هویت خود دفاع میکنه هدف ما این است که من دو کلمه حرف زدم مبارزه کو در قالب انسانیت مبارزه کو نمیشه که تو بیای در لایفت به فلان قوم به فلان قوم پوش بتی و این در حد نیست که ملیگرا باشه و یا بتاند خان صاحب تشکر اجازه بده که دیگه دوستانم بشنویم به خاطر که خیلی دوستان منتظر هستن تشکر از حضورت آزاره لغمان لطفا ازت خواهش میکنم اینجا کسی که بیای به ما توهین بکنه به قوم توهین بکنه از هر آدرسی باشه ما جواب شمی تو نیاز نیست که تو مثل دیگر آوری بیای وسط بپری نوبتت که رسید اگر نقد انتقاد داشتی روی دیده ولی نقد انتقادت در داخل چوکار ادب باشه
او زمان هم حرف شنیدن میشه هم حساسیت برانگیز نیست. ولی خراسانی خوش آمدی وطن دار. سلام و درود آقای وکیلی عزیز، بکنم نوبت آقای اندرابی است. وکیلی صاحب مرا وقت بده یک دو دقیقه صحبت میکنم باز ما میرم پایین دیگه. یک جان سپاس که مرا بالا آوردی. بفرمایید جناب. وکیلی صاحب امی یک گفتنی من برای امی هزارا دیگم، واقعا ما و شما همه قدر سال نیست یک برادر بودیم و شما تا امروزش اینه بوده بودن که دهن دراب کدام هزاره را یا کدام از یادش کتمان شده باشه یا در بارش کدام گپی شده باشه یا از اندراب کشیده باشه یا دیگه. امروزه ما کلگی ما بنام یک اندرابی بودیم، هزاره است، تاجیک است، هرچی است، دونموجه بودیم، تا زنده هم هستیم هستیم. اما امروزه ما بخاطر آمدیم بالا میگم بر اینا که همین نفر همی بابا قلندر گفتم این نفری نیست، این بدر یک تریاکی است. کسی همی یک هزاره دمی شخصی من نمی یک مسئولت های میره برشان روان کنم. کمال گوشی من پر است که چه رقم های کلی اسنادش دارم که بخاطر چی گفته که من یک هزار دلار هزاره میگیرم. امروزه می خیدم فامید از دویت خود گشتیم. امروزه این ای پدر و مادرش بدر پدر و مادر ای رواخ کده. آیا در شما هزاره میشه؟ شما چرا قفره؟ اصلا اینکه اندرابی سایت تک توهین نکن، فامید اینجا جای توهین نیست. تو هزار لغمان من مجبور هستم بسیار معذرت میخوام. من این شیشتگی تو باقا میگم که تو گپ نزن میری وسط گپ. اندرابی سایت من دیروز به خودت گفتم بله اینمی شخص هر چی که هست هر چی میگه ما با اونایش کار ندارم، اما از خودت خواستم که سند مدرک در رابطه با ادعای از که غیر از او هستش برای من روان کن. ما در شخصی تو آمده ممال شماره من روان کردیم قبول نکده. خب ما هم دینه روز در شخصی تو آمده بودم. ما بله. سندی میخوایم که ثابت شد و نه سندی که ساختگی باشد. ما سندی بقیم دو ثابت شده دارم برات میتونم. قربانت زنده باشی. سلامت باشی یک جان سپاس ما را بالا آوردین در پایین بنده. قربانت جانم هستی. ولی صاحب بفرما. سلام و خیلیتون زدت آقای وکیلی مارشال صاحب افرانی و دستایی که چنانده سن افرانده سن صحبت ما در کنان که متخواتر باشد. صدای خیلی خراب است ولی نمیفهم که از کجا دارید میحرفی. حالا درست شد؟ درست شد؟ آه چون گوشکی رو داشتم، گوشکی مانده بودم، گوشکی ایزار صدا ضعیف. به هر حال در قسمت این آقا از وقتی که در تیک تاک آمده در قسمت دفاع از هویتش من مشکل ندارم. هر کس حق داره به هویت خود دفاع بکنه اگر در حقش به اصطلاح اجهاد شده یا بی انصافی شده. این حق انسانی و وجدانیش هست که در خود دفاع بکنه بگه در حق قوم ظلم شده یا من قومیتی نیست من مشکل ندارم. ولی از روزی که آدم آمده در صفحات مجازی فقط یک موضوع داره انمی. برادر امروز طالب تو چه هزاره باشی چه تاجیک باشی قبولت نداره. چون این موضوع مهمتره. درست است برنامه گرفتی من نمیگم نگی برنامه دیگه در قسمت دفاع از ویر داده هزاره هستی. بله باید هم هم اندرابی هم از هم هر جایی که باشه بانوان اندرابی هزاره قبولت میکنن. ولی حداقل دو برنامه خسر طالب میگرفتی اگر تو واقعا از جای اکمال نمیشی، اگر تو واقعا از یک آدرس مشخص نامدی، اگر واقعا تو را برای تهذیب چپه مقاومت روان نکردن. این یکیش است، یکیش مش نمونه خروار. کسای دیگر هم هستن که در طول 20 سال هیچگاه بحث هزار و تاجک نبود. اگر می بود یک بحثی بسیار کوتاه اونم در آقای وکیل خود میدونی که در موقع افشار که میشد یک نهایتش یک هفته این موضوع شروع میخواد دوباره چپ میشد. حالا چی شده که در این موقعیت حساس در همون زمانی که به اصطلاح همه چی هموار بود، همه شرایط هموار بود برای هویت خواهی دفاع از هویت، چرا صدا اینا نمیبر بود؟ اینا کجا بودن؟ امروزه که تنها جبهه که طالب را به چالش کشته جبهه مقاومت هست در همون دو استقامت پنجشیر و اندراب، چرا اینا اومدن بحث از رو تاجیک دامان زدن؟ برای چی؟ آیا شما فکر میکنید اینکه تصادفی بود؟ خب اینا در وقت ما اگر بیاییم مسئل چشمه خود رو باز بکنیم، مسئل قومی رو کنار بگذاریم، بسیار چیزا میتونه برای ما بسیار از بسیار چیزا میتونه رونمایی کنه، بسیار چیزا برای ما شفاف میشه. یکی چندین نفر ما نماش هم نمیگیریم که ولی چندین کسی هستن که از وقتی که اینا آمدن در تیک‌تاک فقط بحثشون بحث نفاق افکن انداختن بین تاجیک و هزاره است و آب انداختن در آسیاب دشمن. این آنما یعنی کار زندگی از خود ندارن؟ یک روز دور، دو روز دور، سه روز دور، یک ماه لایف آنینا چندین ماه شد که فقط بحثشون همین 24 سن در پای تیک‌تاک هستن. اینا زندگی خود کار خود کل چیز خود را کردن فقط به خاطر تیک تاک بیان میشنن شب روز خود تیک تاک بسرنن. پس این معلوم است اینا جای اکمال میشن، اینا هدفمند آمدن، اینا با برنامه آمدن. و اگر اینا واقعا ادعا میکنن که بله ما از طرف بسلا
ببینید طالب وقتی میگم دفاع غیر مستقیم دارم طالب حمایت میکنم، خود طالب نمیاد این پول رو که برین شما رو در تیک تاک با جایی که مقاومت هست اونجا رو برین آب گلالود کنین تا ما بتونیم ماهی بگیریم. دست های دیگری که با طالب ارتباط داره. بله یک سوال از دارم در رابطه بفرما یک داره فریاد بیسو داره. تو در دورانی که در کلاب هاوس ما فعالیت داشتیم در اون روزا بودی، درسته یا نه؟ بله. تو رو جان هر کی که دوست داری دیدی، مرا به خاطر عکسی که خودت یادت هست که عکس احمد مسعود روی پروفایل ما بود در اونجا. بله یادم است. افکاری که دارم اونمون رو اونمون ساعت اونمون ساعت اونمون روزا هم بود. این آدم آمده امروز در بین برادران ما، در بین جامعه ما یک چیز را در بین مردم میگه که گویا ما به خاطر گذاشتن عکس احمد مسعود تاجیک ها و به خصوص نامی تو را میگیره که اینا آمدن مرا خوار مادر گفته دشنام دادن، گفتن تو چرا عکس احمد مسعود من تو تا حالا یه سال من خود دارم تو رو تو به جان از ترین کس قسم میدم در طول 6-7 سال در فیسبوک در جای دیگه فعالیت دارم مرا میشناسی تا حال شنیدی که من فحش مادر یا فحش ناموسی از زنم برای کسی داده باشم؟ نه نه من وجدانا راست بگو اگه شنیدی وجدانا گفتم قسم میدم راست بگو تو شنیدی که من کسی فحش داده باشم؟ ببین ما هرگز از خودت در چطور آمدنم به دفعه شده باشم؟ چطور میتونم ما تو رو تاوین کرده باشم؟ آقای وکیلی من بخاطر یک عکس این آدم آمده به خور دیگر ها میتا یک چیزی است که من منظور می نیست که خدای نکرده بیایم تو را یا کسی دیگر هم منظور می است که حقیقت آن چی باشه این آدم میاید روز شب برنامه میگیره و مرا میگه که این فلانی فلانی تو را به خاطر از اینکه عکس احمد مسعود در پروفایل تو را خوار مادر گفته دشنام داد که تو چرا آقای وکیلی ببخشید من یه چیزی بر روی من منظور تو گرفتم این آدمایی که خود میگی اما آدمایی هستن که آوردن بین تاجیک و هزار به اتفاقی انداختن با خودشان رفتن گیم مچ زدن به خاطر گیفت حالا حتی هزار حالا تاجیک تو با تاجیک برای تاجیک گفت زدن مردم احساساتی کردن اینی آدمای کثیف بودن اینی آدمای نجس بودن گمان به اتفاقی دامن زدن به خاطر که چهار با گیفت گیرشان بیا مگه شما فراموش کردین باید از قدر جنجال آمدن شروع کردم گیم گیم بازی ولی یک چیز را صحبت میگم بله. که ما و خودت اندیشه سیاسی ما و تو زمین تا آسمان فاصله بله. داریم خیلی بارها در آخرین بار ما و خودت روی چی موضوع روی در روی هم قرار گرفتیم تو گفتی ایک جیابش نکنیم بهتره ایک جیابش نکنیم بس شور میخورم من در موقف خدا هستم تو هم در موقف هستی این گبر به خاطر از این میزنم که یک ایده ای هست اینمی آقای بامیانی قبل از اینکه بالا بیاید گفت مادر تا وکیلی بگاییم آقای بامیانی چرا مادر مال دشنام دادی؟ من از یک سوال دارم جواب بدی من به نموت آدم این سوگتارک به غیرت انسانی که تو دخار نشید هیچ کس نموشی چرا؟ آخه چرا؟ یک دقیقه آرام آرام گب بزن من برید فرصت میتونم آقا بامیانی 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 همینجی من برای تو به عنوان یک شخص به عنوان مهمان خانه خود با وجودی که مرا خوار مادر گفتی من اردم تازیس یک سوال دارم مرد مردانه ده ها بار مرا فحاشی کردی چی خیانتی در حق شخص خودت کردم به زبان خودت بگو که این خیانت را در حق توی بامیانی کردم که مرا سزاوار خوار مادر داشتم دادن داری بگو در قام بسته اما در کل قام خیانت کردی از خاطر آقا. از دوار مادر در مورد قوم بگذر چون تو کاره در قوم نیست بامیانی فقط از نظر خودت رو بگو خیانت که به شخص خودت کردم نظر خود ما به خاطر از تو احمدی تو در لایف احمدی با سعید تو فحاشی کردی با اوغان تو فحاشی کردی از خاطر از تو خوار مادر در ما هزارا نشد ما اینه میره تو فقط به خاطر از تو ماد آوردیم نه مادر ماد نه خوار ماد حالی احمدی تو فامیلی مشکل با یک از داره داری مشکل با خود از هر کار تا دیگر میری دو میزنه که یک دو همیجه من یه اتخالت کنم آقای مارشال سو یه اتخالت کنم کی دشنام داده؟ کی دشنام داده؟ با میانه اولی امین افری پیشتر آمد گود پکل از ما رو دستر خدا شما از دارا راست میگه راست میگه حق گفته آتیت پکلی بود آتیت پکلی بود آجیت پکل داشت نسل نسب تو پکل داشت امیر خوب بیا بپذیر امی آدم حاضر است بگر بگی یک کلی از رگی چپکدار دیده سر خود که من بگم واقعا تو از آرستی خود فروختی تو که اهلا برادر غیر منطقی گب نزنی آقای بامیانی آقای بامیانی هر چی دو میزنی تو دو بزن تو اصلا نظاره نیستی تو به غیرت هستی حالا نیستم مشکل که داخل خود حل میکنی نه پیش کسی دیگه مورد چکره و مزدور میشینی تو بسیار به هویت هستی خلاص شد خلاص شد ما به هویت
ما مزدور، ما هزاره نیستم، تو هزاره خوب، تو با غیرت، تو با شهامت، تو با اقتدار. امیال میگه به خودت رو من دارم برمیگردم، امی دشنام دادن تو آیا مشکلت را حل میسازد؟ بزن دشنام، این مال این جسته از او که در پایین میری کیبورد را کپی کده کپی کده در جا این مال تو رو لایف را این میگه دوستا هیچ کس گب نزنه، هر چیزی که از دل تنگت میخواه به آدرس ما بگو، خوار، مادر، زن، فرزند، زنده مرده بگو. اینمی که تو یک بزرگان آدم هستی، یک بغایت آدم هستی که ازاره را نامبد کدی، دور دانوبای تو تاون کدی، از تایی تو جنگ کدی، مردم دومز روزه میخواندی، از دیست از تو ما خوار مادر دمار نمان، امروز رفتی خود در بغل تاجیک گرفتی، خد تاجیک تو جنگ انداختی ما را، کلی پیسا تو یک آدم فتنه ای، برو کار کن، برو زحمت بکش، از اولی دیست پیدا کن، نفی گدای گاری پیسا. بچه بامیانی، من این مال سرکار هستم که تو رو دارم قدید چیز میکنم. تو مرگ بیده، دیست که دراز میکنی، کلان آدم در این جوانی دیست که دراز میکنی، من از تیک‌تاک پول بدی، خجالت بکش. خراسانی، ولی خراسانی چند سال برمیشناسی؟ چند سال برمیشناسی؟ هفت سال، هفت سال. هفت سال روزی دیده که من بیکار باشم؟ نه، من شخصا ندیدم. خیلی خوب آقای بامیانی، نگفتی دو خودم زدی، بی غیرتم گفتی، بیکارم گفتی، هر چیزی که دوست داشتی ما به فرصت دادم. من تو رو خوب نمیشناسم که تو رو ما ادال بشناسم، من تو رو هم نظر زدی تو رو خوب میشناسم، قوم رو میشناسم، ولی یادت باشه توی به غیرتی کاری. خیلی خوب، اینال چی میخوای، چی کار میخوای بکنی، آدرس میخوای که دیگه من پیدا کنی، آدرس برات راه کنم. همینجا آقای ماشاءالله من پیغام دارم یه نفر خراسانی یک دقیقه لطفا اجازه بده کمی بنده خدا دفهم. من از خورترکی من میشناسه اینی دلش درد نمونه. بامیانی عزیز، تو اگر میخوای که در هر جای ما باشم بیای در پای لایف ما دشنام بدی، اینجی صدای تا میشنوم اون جاشی تر است، مزهش بیشتر تره، ما والا بلا که کسی اجازه بدیم که برای دخالت کنه، هر چیزی که دل تنگت میخواه بجرد اونمور که در پای لایف صد بار گفته اینجا بگو، بگو خوار تا مادر تا زن تا فرزند تا اول تا آخر تا هفته سال قبل هفته سال بعد تا بگو. نمیر گفتم که از توری به غیرت، از توری به وجدان، این رو تکرار کردی، اگر گب دیگه نداری خب نمیشه، از توری باید پروش، از توری یعنی لوچک، از توری به آبرویی که تو خود سیاست مدار میگیری موری پیش مردم چکریم که گفته. بامیانی عزیز، بامیانی عزیز، بامیانی عزیز، بامیانی عزیز، بامیانی عزیز، بامیانی عزیز. خواهش میکنم این آدم ها یکی نیست دوتون نیست، اجازه بده که من امیر حل با میانی عزیز امیر اردو تایتن اجازه بده من گپ بزنم. بفرما موج عزیز، بفرما آقای با میانی با یک دقیقه اجازه بده که آقای خراسانی پیام داشته یا خواهش دوستانه دارم من پیغام ما بودم امیر قطع کنم آقای امبی پیغام ما بودم یک نفر جدا از بحث یک نفر چند داریم شلک رفته یک دقیقه برادر عزیز خراسانی سید خود یاد صحبت کردی برادر من کوتاه پیام از آقای موج اجازه بده که من پیام امیر یک نفر امیر یک نفر زمین چوچهای غنی ادم چوچهای لندغرزم آمده در این پایین کامنت داده میره سعی کردم نخونم ولی یک کامنت جالب داد در قسمت مشون گفت که پکل سر شنگری برادر پکل سر شنگری نمود میده سر شنوار نمود میده خب اونجا که دخترای تو سر چوک شنوار میبره میفروشه اثر از اونها نمود نمیده پکل نماد غیرت است نماد عزت است نه نماد دختر فروشی و ناموس فروشی امیر میخواست فروشی نال بست از دیگه برو زنده باشی تشکر زنده باشی وکیلی عزیز که اجازه دادین صحبت کنم و همچنان بامیان عزیز تشکر عزیز که به حساب من اجازه دادین که من صحبت را ادامه بدم و همچنان دوستای دیگه که اینجا هستن و در ضمن وکیلی خراسانی عزیز که بیشتر صحبت کردن ما صحبت هر دو تا جناب عالی خراسانی و اندرابی عزیز را شنیدم مگرم ما به خاطر ای که آقای بابک قلندر یا بابک قلندر اندرابی که به حساب در صفحات مجازی از هویت ازاره بودن خود دفاع میکنه ما او را میشناسم به خاطر از میشناسم که او آدم از قوم معلم رعوف و مرحوم قماندان علی است و از قوم دلست ساحی اندراب شمال
از اندراب و از منطقه چی دست پشت دیسلا و یا را ما میشناسم. یک موضوعی که سر بحثی که کی در اندراب ازار است کی نیست کار نداریم، گپ سر عزیز اجازه بدی. خب من صحبت خدا کنم، پیشتر ما مداخله در صحبت های نکردم، مطلقا گوش گرفتم یادداشت گرفتم، کس گپ نزده کل صحبت هایی یادداشت گرفتم، کل صحبت هایی یادداشت گرفتم. و میایم سر ازی که و میایم این دوستا انتقاد میکنن که بابا قلندر چرا پکول پوشیده. من سر پکول صحبت میکنم. هزارای شمال ما تحت تاثیر امی پکول، یعنی امی پکول در اسارت این امی پکول اینیم مردم در اسارت خود گرفته. ای که ما میگم در اسارت خود گرفته، این یک تاریخ نیست آقای موج، آقای بسار... موج ما سر یک... موج گوش میدی یا نمیدی؟ بله بله ما... بله گوش آیا موضوع برنامه مرا اصلا میبینی؟ بله هر کس بس... هر چی گفت شما باید موضوع برنامه را مو طرف نه 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 ما میایم سر صحبت خواهش میکنم وکیل صاحب سر صحبت نه داره که پکول است کی است لنگوتا است کی است کیش است کی است چیز چیز کی است با ما ربطی نداره موضوع برنامه را اگر وکیلی نداری ما زوزوت خدا وکی... زمین میکنم وکیلی عزیز ما سر موضوع بود در جایی که برادر عزیزم آقای موج ما هر جایی که کسی آمد موضوع پکول گذاشت یا چیزهای دیگر که شما میخواید صحبت کنین برین در اونجا صحبت کنین. من اینجا نه از پکول حرفی زدم نه برنامه پکول است، حرف من روی نمی شخص است که امروز گل سرسبد قومای ما شده و هر آن چیزی که از دهن از این چهار تا بی‌غیرت بی پس فطرت میآید به خاطر این ادعای پوچ از آدم به آدرس من گفته میشه، شب روزم گفته میشه. یک لایف نیست، دو لایف نیست، سه لایف نیست. ببین مثل نمونهش یعنی آقای بامیانی آمده، من میگم چه خیانت کردم به شما؟ میگه تو هویت فروختی. میگم چگونه؟ حرف نداره. میگم دشنام بدی، جواب داده نمیتونه. میگه اینج خجالت میکشونه پایین میره بازار دوباره دشنام میده. خواهش من از خودت نمیسته اگر از من وکیلی سه من به ارتباط تمی گفت آقای بامیانی موضوع یادواری کردم که او آدم ادعا کرد که آدم پکل پوشیده و چرا کار کرده نی؟ و با گپ آقای خراسانی سه بیگپ زدم که به حساب کار کرده. ما منظورم سر هویت بابا قلندر است، ولی کاری که در برابر خودت انجام داده کار نادرست است. این را ما هم تقبیه میکنم، من هم نمیگم که تاییدش کنم. بابا قلندر بله نه او در مورد پکل چیزی نگفت، راست میگه خراسانی در رابطه با پکل چیزی نگفت، اور کسی خوب... دیگه گفت و اینجا گپ شور خورد. میگذاریم از اون. خب بیایم از پکل میگذاریم، از پکل میگذاریم. سر ازی که بعد تشنجات که در فضای مجازی پیدا میشه این را نباید ما شما زیادتر کوشش کنیم دامن بزنیم. این دامن زدن از این باعث دیم مثلا آقای خراسانی یا آقای اندرابی که میای مثلا بابا قلندر را میگه که ولد چطور است چه کار است، یک بچه بیرون افتاده است و از ترس به منطقه آمده نمیتونه و دیگه نمیتونه. ما با واسطه که شناخت کامل از یادم داره برادر من چرا کار کنم سر من میریم میخوام اینجا پنه زدم برادر امی گبر سر از آدم سر هیچ کسی دیگه در لایف اگر سر از من انتقاد داری سر آقای نقد سر از من داری سر از او خون نقد نداری چون ایشون اینجا نیست نه نه سر خودت آقای وکیلی من نقد ندارم سر کسایی که سر بابا قلندر نقد کردن جا صحبت کردن منظورم از ایست که من سر اونا هم نقد نمیکنم ولی نمیخوایم که مثلا در غیاب کسی را متهم باید کنیم ما و او را به حساب گپایی که ارتباط نداره با یک قوم با یک ملیت با یک موضوع ارتباط نداره و بیایم مثلا میگه یا طالب پول میگیره یا فلان جایی تو میکنه و در بین اقوام تفرقه میندازه. ما از بابا قلندرم دفاع نمیکنم نمیشه گفته مردم با کسی کدام کار هم ندارم کسی ش... ما میپذیرم صحبت های آقای وکیلی ده که یک آدم ملیسته یک آدم به حساب ملی خواست یک آدمیست که به حساب همه یک حساب اندیشه آزاد داره من اندیشهش قبول دارم به خاطر وکیل صاحب اندیشه من کسایی که اینجا صحبت میکنه یعنی یک نوع مثلا تخریش تفرقه را ایجاد میکنه صحبت میکنم اگر علاقه داشتین درست نداشتین من نمیخوایم که بگم بابا قلندر کار خوب کرده یا بد کرده آقای وکیلی را بد گفته من در این مورد صحبت ندارم صحبت هم نمیکنم اگر آقای وکیلی امرای هر کاری که داره
میتونه زبان خود صحبت کنه، ما در مورد اونها صحبت، مورد شما دو نفر صحبت ندارم، شما زبان خود هر چیزی دارین یا لایف به خاطر با قلندر گرفتین، من در این مورد صحبت نمیکنم، نه آقای وکیلی را بعد گفتم میتونم نه قلندر را، بخاطر که از دو تایتون دوستم هستم، هر تایتون دوست دارم. جناب موج، این مشکل اینجا است، ما برات فرصت میدیم به عنوان یک شخص تو در لایف من میای میگم برابر نوزی آدم، من هیچ گناهی نکردم، نه مخالف هویتش هستم، نه مخالف دادخواهیش هستم، نه مخالف قوم و مذهب و اقاربش هستم، ولی اینمی آدم با وجود از اینکه از همه بیشتر ما بهش فکر میکردم احسان میکنم، ولی این آدم بس بخاطر گفتار چند نفر دیگه گب مرا به عنوان دشمنی خطاب کردن آمدن، دو تا اتهام بس دفعه اولم چهار روز چهار شب مرا زیر فحاش قومای ما قرار داد، دفعه آخر هم که آمد مثل بچه نازدانه گریان کده رفت که وکیلی انت یک چیز مرا گفته، بازم بستر فحاشی را برای سه روز سه شب فراهم ساخت برای کسایی که حرف برای گفتن نداره، نه خوار، نه مادر، نه قوم، نه سمت، نه عزت، نه مرده، نه زنده ماند. حالا ما آمدیم از این آدم اونجا هم برش گفتم برادر، اینمی اتهامی که تو میبندی که گویا ما از طرف شورای نوزار یا از طرف روند سبز پول دریافت کردیم، تو گفتی که ما شخصا این گبر زده شخصا سند دارم میارم در حضور دوستا نشان میتوم، تو ما برش گفتم اگر سند آوردی که یک چنین چیز را ثابت بکنه هر آن جرم و جرمانه سر ما بریدی ما قبول میکنم، اگر نیاوردی فکرت بگیر که ما دست بردار نیم، چوب در نشینت میزنم، نامت کشمش میمانم با خلاف 99.9% خواسته قومای خود استاد میشم، چون که حق ماست، ما دشنام خوردم، ما دوهین شدم، ما شخصیت کشیشتم، اینا رو شما رو که میارم میگم انتقاد دارین، میگین که ما حرف زدن نمیتونم، در بین شما تو هم دوستیم هستی و هم دوستیم هست، خیلی ما از حضور خودت خداحافظی میکنم موج عزیز، ممنون که تشریف آوردی، مثل بامیانی که پایین نوشته من خوار مادر اینجا میارم برش مگیم امیر خود در زبان بگو یک کم کاستی داره، رویش هم نمیشه، دردش هم میه، خوشش هم میه، بالاخره ما باید مرد باشیم، خوب را خوب بگویم بعد بعد اگر توان داشتم شاید در مورد صحبت خواد کردم امرای طرف مقابلم که نباید این کار انجام بده، ولی فقط حرف گفتن ممی بود که دوستانه امروی شما مطرح کردم و دوستایی که در لایف میایه که مثلا بر علیه افراد و اشخاص صحبت میکنه، من خوش میشم که خودتان بعضیاشونه که فحاشی میکنه میندازی پایین، این کار درست است، ولی ای که یک نفر در مقابل سعید که او در مقابل تو بعد گفته در مقابل هر چیزی که یاد کرده، ولی ای که یک نفر میاد باز و میره زیادتر مثلا نمک چه زیادتر میکنه، من خوش ندارم در لایف همچون چیزی صورت بگیره، ما به جایی که بتانیم امو درز نزدیک کنیم و این گپا رو به حساب بتانیم یک کمک پالش بتیم، نه باید این رو به حساب ما نمک بندازیم که مورد زیادتر شود نگاه تحریک بله کسی با قومی با قومی با عزت کسی تاز میکنن ما این را وظیفه کن میدونم اجازه نمیدونم چی با خلاف عقیدت باشد این میجا اگر طالب را کس بیاید فور مادر بیاید اون مو آدم را حتی طالب دشمن خون من است اونو پر اجازه نمیدونم دیگه حالا هرچی که دوست اجازه میدونم تا آقای شادمان خیلی وقت منتظر است تشکر تشکر چرونی هزار دفعه ما پایین هستم سلام و درود آقای وکیلی صدای شما خیلی ضعیف هسته غزنوی ما بلندگوی کرد نکردم مثل تواری بگذار که شادمان سر صحبت کنه صدای موترد می آمد صدای موترد می آمد تایرش غیر رسم کرد او جوان رسم کرد میتونم یک نظر بتونم اینجا آقای وکیلی یا صدای من خفه میکنی یا در نوبتت بگذار شاد درود و سلام دوستای عزیز
آقای وکیلی عزیز ما میدانم همون روزی هم که به اطلاع لایف آزادی هم برنامه گرفته شد بعد از دو آمدین دوباره دو تا لایف بود من یکی محکوم نمی کنم همونا بود هم تو آمدی قضیه های اورجینال همزمان که بین خود برخلاف شدین رفتین گرایا را آوردین یکی در ضمن ادامه قبلا بود که تو با آقای دانیال صحبت میکردین که به اصلاح اکاونت جعلی و بچمچی و چی تومت زده شده بود دوستای عزیز امروز مردم کلگی آشنا شده عزیز من یک طرفه قضا یک طرفه در خانه قاضی رفتن چیز است اول خودت فوش دادی شما آمدی میگه که بابا قلندر فحاشی کرده هیچ وقت ما تالا از زبان بابا قلندر به هیچ قومی ندیدین که فحاشی بکنه شادمان یک دقیقه آیسا باریم تو را به شب اول قبر قسم میدم او روزی که تو میگی همزمان ببین لایف را من حال برات میارم اگر همزمان بود ساعت 12 به وقت لندن یک به وقت اروپا لایف آزادی بود دفعه دوم دفعه اولش اصلا نمیرم که تو اصلا قبول نمیکنی که یک هفته نگذشته تو این گونه صحبت میکنی این گونه جهتگیری میکنی در یک هفته و در روز پیش و 20 ماه پیشش اصلا قبول نداری ساعت یک به وقت اروپای مرکزی لایف ما در لایف آزادی بدیم شاید خودت هم در اون لایف بوده باشه یعنی می آدم آمد ما صحبتای ما چیزی دیگه ای بود خودت یادت هست آمد یک دفعه شروع کرد روی یک بحثی که اصلا من نمی دیدم که در اونجا یک چنین موضوع نیاز بود که یه آدم بیای حرف بزنه راجع به اون موضوع آمد گفتش که من سند دارم آقای شادمان این حرف ساده نیست اینا رو گوش که تو دو بارش در این میگبر زدی برای سوم بار من اینمور مجبور میشم که از آزادی بخوایم در مورد لایف چی گفته شد چی عکس العمل ما چی بوده تو لطفاً از بزرگی خود مرا ببخش که من برای توضیح بدم خوب گوشت واش نه یادت باید من یک آدمی هستم که حرفایی که در برابر خود میزده میشه از یادم نمیره آدم آمد گفت که امروز آدم ها به خاطر پول میآید خود را میفروشه در بین قوم ما در بین جامعه ما نفاق افغانی میکنه من سند دارم آقای نمیفهم فلانی در فیسبوک گروز برنامه داشت سند را آورد ما دیدیم و او سند را پیش من هست نشان میده آقای وکیلی و آقای فلانی دستش در جیب روند سبز است از او جبهه پول دریافت میکنه تا اختلافات در بین قوم ها ایجاد بکنه خیلی خوب من برگشتم برای زی آدم چی گفتم؟ گفتم آقای قلندر اگر سند آوردی که ثابت کردی من وکیلی و فمسال هم و دیگران که نامش میگیری اگر سند آوردی که گویا ما از اینا پول گرفتم به خاطر از این که بخوایم اختلافات در بین قوم ها ایجاد بکنم هر آن چیزی را که تو دوست داری و قوم ها برای من میبره من قبول میکنم بر علاوهش از میدیا میرم روی خسیا میکنم یک کلمه فحاشی نکردم گفتم اگر نیاوردی اگر گفتم اگر در نظر بگیر اگر نیاوردی ثابت نکردی ما و خودت کار ما ادامه داره کاری میکنم که هرگز از یادت نره نه خواهر برش گفتم نه مادر گفتم نه زنده نه مرده نه برش چیز دیگه گفتم اینو بفرمایید ببین آقای وکیلی اونجا 100 و خورده نفر بود آدم اگر امروز مثلا ما تو نزدیکتر از آقای بابا قلندر دم هستی اگر آدم وجدان خورد در میان بله فهمیدی تو نزدیکتر هستی ولی باور کن که خودت فوش دادی 100 و چند نفر هست نه تنها آقای آزادی 100 و چند نفر بود اول فوش تو گفتم شب اول قبرت هم فوش مردم اینچه تکرار کنه چی گفتم من گفتم که یادم نیست آردش ما بالا رفتید اول فوش خودت شروع کردید حالا هر چی گوش بگیر گوش بگیر فوش ما چی بود گوش بگیر اما هر چی که گفتی من زبانم در فحاشی نمیاد گوش بگیر اما هر چی که گفتی اول خودت گفتی گوش بگیر آقای محمدی قربان شوم این مال 80 نفر داره میبینه اینمی گپ خودت را من میخوام تو ادعا کردی اولین کسی هستی
ارمی لایف میای انمی ایتو کلن کسای بچه های هزاره که بوده در دفاع از آقای قلندر آمده مثل خودید شما بیاین انمی لطف را بکنین وقتی میگی فوش دادم قطعا دمی گوش خودید یک کلمه فوش آمده حداقل از دو تایش یک تایش رو بگو از ده تا یک شه بگو چی گفتم وکیلی عزیز ای برنامه تو در پیش ازام در سر ازام قده سرطانی بود که آمد گوش بگیر از او زمانی بود که تو با آقای دانیل تنهایی صحبت میکدی که فلانی آدم آمده اکاون جعلی جار کده او درش رسیده بود او برادر او چی کمسی نست آقای شادمان بله اصل فساد اینه من گفتم که از او زمانی شروع شده بود آقای شادمان آقای محمدی گوش که یک بار دیگه برات خواهش میکنم موضوع اکاون جهلی ربطی به ایشون نداره تو وقتی میای یک چنین ندعا میکنی برای من ثابت میشه که تو اصلا در بازی نیستی تو فقط بر اساس صحبتهای اون موضوع فحاشا شنیدی گرفتی داره پلی میکنی مثل توتی آوری ما صحبتی که قدیب و آقای دانیال راجع به او اکاونت تقلبی کردیم یک کسی دیگه ای است به نام وکیل بچه نکپای شما او را قد از این اصلا او هویتش کسی دیگه است این دیگه کس است آقای شادمان این امزه اینجا من میفهمم که خودت اصلا آگاهی نداری اصلا فکرت هم نیست که ما چی گفتیم همین که ما را متهم به فحاشی میکنی قابل قبول نیست ببین آقای وکیلی همون لایف را همون لایف را از آقای آزادی میخواییم برای خودت بفرسته سیل کو همون جی من فحاشی کرده بودم تو هر چیزی که گفتی من به عنوان یک ریش سفید از خودت میپذیرم قبول میکنی؟ اگر ثابت کردی که من فحاشی کردم دیگرایش هم به جهنم اگر ثابت نکردی چی میکنی؟ وکیلی عزیز گوش بگیر لایف ریکورد شده امروز ما وقتی که کسی میخواه ادعا بکنه میگم سند بیار خوبیش اینجا است که تکنولوژی ای قدرت به ما خودت میته که حرف خود را ثابت بسازن ولی حرف دیگه اینقدر مردم حرفای میزنه که اصلا به اصل واقعیت اصلا چیز نداره مطابقت نداره شادمان عزیز ببینید من به خودت احترام دارم ولی ای جهادگیری خودت و ای حرفای خودت که در این لایف گفته شد دور از واقعیت بوده هر گاهی که تانستی انمی ادعای خود را ثابت بسازی نور چشم ما و نور دیده ما است بزرگ ما است وکیلی عزیز سایکو وکیلی عزیز دمی تیک تاک مثلا 500 نفر 1000 نفر بچه 1000 هست 1000 نفر امکان داره بچه 1000 باشه اینا کلش خر نیست اینا کلش بیعقل نیست اینا کلش زمانی که جفت تا نامدین لایف گرفتین آمدین لایف گرفتین همزمان رفتین نفری را آوردین کلگیش رم مومود را ترجور کدین دوست عزیز ما کردم این چیزایی که میگی ربطی به بحث قبلیت نداره ملی ما کسانی را اردم که تو دوست نداشتی ما کسانی در لایف قد ششتم هم خان شدم هم سفره شدم هم فکر شدم که تو و امثال تو و هزاران کسی دیگر دوست نداشته این منکر نیستم ولی این حرفی که الان میزنی هرگز او چیزی را که دعا کردی را کمرنگ نمیسازه آقای محمدی از همه لحظه برات میگم برای ما تا زمانی که این دعای رو کردی که گویا من به ایشون فحاشی کردم این رو ثابت نسازی با خودت هم مشکل دارم اینه این رو دلت میخوایی به هر چیزی که تا زمانی که این مسئله رو ما از آزادی میخواییم که گفتمان ما رو با قلندر او روز رو بیاره به خودت بفرسته و برای من بفرسته که دمو گفتمانی که ما کوچیک مثلا نزدیک به 5 ما پای لایف بودم ما کاری ندارم که تو در پای لایف بودید یا بالا لایف پای لایف بودم دوست عزیز یک 156 نفر در پای لایف بود عزیز من میگم 2000 نفر وقتی که من سند دارم تو رو چالش میتوم تو هر بگو 10000 نفر امروز در جغرافیایی که تو خود زندگی میکنی و من زندگی میکنم قانون
یک چیز دیگر میگم، سند، سند چیزی که هستش اونو مرا ثابت می. آقای آزادی نه تا مرا عاشق چشم ابروی مس و نه عاشق چشم ابروی 2000 نفر دیگه، اونو مو آدم اونو مو لایف ازش میخوایم که آپلود کنه از لایفش بیاره به خودت بده، یک دفعه دوباره گوش کو تو، چون دفعه سوم است که ما در لایف ها میبینیم انمی دار میکنی که گویا وکیلی به این فحاشی ناموسی کرده. فحاشی ناموسی نمیگم که فحاشی ناموسی، ولی فحاشی شروع کردین، فحاشی شروع کردین، جفتتون مقصر بودین، هم همون شخص مقصر بودم خودت. همه دار شما ببینید آقای شادمان، بگذاریم بعدن برمیگردم به خودت وقت میدیم که یک دیدامه پیدا کنه. آقای جی آر خوش آمدید. درود و سلام خدمت خودت وکیلی و بیننده ها و دوستانی حاضر در بس، امیدوارم خوب و خوش باشید. بانتان خوش آمدید. آقای وکیلی خودت هر کاری میکنه خوش، هر که اختیار شخصی خود چه داره، اما خودت یک وقتایی است میگه یک مثال یا میانه میگه ننگ از قبرستان برآمد. خب یعنی جانی جانی واقعا ما جانی جانی را که در روزای مبادا دیدم درش افتخار کردم. خب اما خودت مبارک، خودت واقعا که احساس نداری، نمیفهم در کدام دوست لکه ننگ برادر، قبول دارم لکه ننگ متاسفانه در جبین هزار است، قبول دارم این حرف داره کاملا با گوشت سخار قبول دارم. خب یک بدیش اینه ننگ... که تو اگه مثلا یک حمایت هم نکردی بدتر میایی انجار شکنی مونه، این کارت بده باز. اگه نه تو تم کار خودت باش، اما این رو بدان که میگه گوسفند دیگه تا نامان گرک مخوره، این هم فکرت باشه. ای کاش مرا گرک بلک گرک خوبا شرف داره، من کاش که شغال به غیرت بخوره که از خیر شما خلاص شه. و با جی آجاوی جا نه گوشتو وکیلی، یعنی باور کن سگی ولگرد بخوره، حاضر استم که امو کار شوه. سگ ویلگر یک چیز وکیلی خودت مثلا یک طرف شخوندی، الان تو لازمی داره وکیلیستی، یک روزی که لازم نبود دور میندازه. آقا من هیچ به هیچ کسی نیاز ندارم که مرا وکیلی بگویه یا چیز دیگه بگویه. امیر من ازت خواهش میکنم جیار، برای من این مشکل حل نمیشه که امروز من آمدم از خود از حق خودم دادخواهی میکنم کلتان در روی مشرک هست. این مال ما به خودت فرصت میدیم، یعنی بامیانی، آقای لزار لغمان، آقای غزنوی، آقای شادمان، همه ایتان برخلاف ما هستین، ولی برای تان همیقدر غیرت دارم که فرصت بدیم گپ خود بزنین، انتقاد خود بکنین تا جایی که حقیقت داشته باشه. حرف غیر منطقی و غیر واقعی باشه او زمان ما مجبور میشیم که گپ بزنیم. آقای جیار در پای لایف از زمانی که من لایف گرفتم یک دفعه می کامنتار از زمانی که آمده بالا پایین بزن چند درصدش من رو گفته وکلی صاحب و چند درصدش گفته خوارید مادرت از زنت نامسته. خب اونایی که او کار میکنم من کاملا مخالفم، کارشون اشتباهه، اما خود کارایی که میکنی مثلا ببین هر کاری اگه خودت میکنی بازم حمایت نکردی دلت، اما این که می هنجار شکنی مونه این کارت اصلا درست نیست. 100% مخالف تو هستیم با این کارات. الان هر جایی هستی باش، اما باز اگر یک جایی چی نکردی بی‌طرف باش، این کارت خوب نیست. مال اگر ما بخوایم تو را چلنج بتوم واقعا حرف برای گفتن نداری جیار، یعنی این ما ثابت میسازم تا حالا مثل خودت 100 نفر آمده من انتقاد کرده گفته تو این کار کردی، فقط میگم خب بیارم این کار که تو میگی دعا کردی که من کردم بیار یک سند نشان بده که نشان بده من وکیلی در جایی بودم برخلاف قوم ملت مردم رهبریم که خط سرخم هست. بعد انتقاد شده دشنام شده در اونجی من سکوت کردم و این حرفی نزدم، ببینم در آخرش دشنام داده رفته. یعنی ببین آقای جاوی جان همین دوستید که خورانتانی بود چی بود، این الان میگه که مثلا الان موقعش نبود دی از طرف طالب حمایه میشه.
ببین او برادر، اون نظر شخص از دوست به ما چی ربطی داره؟ خب خود در لایف تو داره از لایف تو داره استفاده. او برادر من اینجا تو رم به ما خودت رم فرصت میدیم. او خو آدم آمد نیت خود گفت، به شما به خلاف میل باطنی ما صحبت میکنین، و شما فرصت میتونم که گپ خود بزنین. او رم میگم تو رم میگم هر نمیتون حق دارین. نه ولی نه خود میگه اون هر چیزی تو میگی به من ربط پیدا کنه، یا هر چیزی را که او گفته ما زامن شستم، آقای شادمان میگم ما زامن شستم، یا غزنوی میگه. ببینید ما یک ذره شعور پیدا کنیم، شعور درک از صحبت ها و نه خب گوش بده آقای وکیلی، گوش بده. مثلا کسی که میاد مثلا از لایف تو داره صحبت میکند، خود تو لااقل جواب باید داشته باشی. او عزیز دل، ما اگر کسی را ببینم که